مهاجران مستاصل با کشتی‌های ناامنی که مملو از مسافر است یا در قایق‌های بادی پلاستیکی از طریق دریای مدیترانه خود را به جزایر یونان می‌رسانند به این امید که بتوانند در یکی از کشورهای اروپا در امنیت زندگی کنند. دولت یونان به منظور جلوگیری از هرج و مرج ناشی از ورود هزاران مهاجر به جزایر آن کشور، کشتی بزرگ مسافری را در یکی از بنادر خود مستقر کرده است و پناهجویان سوری تا روشن شدن تکلیفشان در آن اقامت خواهند کرد. دولت یونان مهاجران سوری را به دلیل اینکه از کشوری جنگ زده می‌آیند، پناهنده می‌شمارد و قرار است 2500 پناهجوی سوری در این کشتی اقامت کنند. در راه فرار از کشورمون خیلی رنج بردیم. با حمله پیکارجوهای دولت اسلامی به کوبانی ما از شهرمون فرار کردیم و به ترکیه گریختیم. وقتی خبر قتل عام مردم کوبانی توسط پیکارجوها رو شنیدیم، تصمیم گرفتیم برای امنیتمون و امید برای آینده این سه بچه به غرب فرار کنیم. یونان شهروندان کشورهای دیگر چون ایرانی‌ها، عراقی‌ها، پاکستانی‌ها و آفریقاییان را مهاجر می‌شمارد و هنوز تکلیف این افراد معلوم نشده است. مهاجرانی که امکانات مالی دارند در هتل‌ها به سر می‌برند، ولی اکثراً در پارک‌ها و ساختمان‌های متروک سر می‌کنند. از اول سال میلادی جاری تا کنون حدود 250 هزار نفر از طریق دریای مدیترانه خود را به اروپا رساندند که نیمی از آنان وارد یونان شدند، کشوری که خود با بحران مالی شدید دست به گریبان است. در همین حال سیل مهاجرانی که از طریق ترکیه وارد یونان می‌شوند ادامه دارد. مانند این مهاجران که بیشترشان ایرانی هستند و شبانگاه شنبه با کودکانشان در یک قایق پلاستیکی ترکیه را به قصد جزایر یونان ترک کردند. سیاوش علی‌پور، صدای آمریکا.